این هفته گنبد سبز عظیم، دریای آبی بیکران و این لباس زرد معروف. جزیره رین، دیواره بزرگ مرجانی، بزرگترین محل زاد و ولد لاک‌پشت‌های سبز. هر سال 60,000 از این موجودات در خطر به این جزیره میان که تخم بگذارند. جمعیت این لاک‌پشت‌ها رو به کاهشه و همین خاطر فعالان محیط زیست و بنیاد دیواره بزرگ مرجانی دست به کار شدند. کار ما مداخله است، یعنی عمدن در جزیره رین دستکاری میکنیم. ماسه ها رو با ماشین جابجا میکنیم، لاک‌پشت ها رو نجات میدیم، حصار کشی میکنیم، از هر فناوری که به کارمون بیاد کمک میگیریم و این در حفاظت محیط زیست گام بسیار بزرگیه. پیوند جیمی و پیتر با این جزیره به صدها سال قبل و به نیاکانشون برمیگرده. دیدیم اگه ما هم از فناوری استفاده کنیم بهتر میتونیم به محیط بانها و پارک کمک کنیم. لاک‌پشت شرایط مناسب و لازم رو داره. به نظر من همه دنیا باید مراقب این جزیره که برای ما حکم خونه رو داره باشند. جزیره رین از یه جهت تکه. دو گروه فعال از بومی ها هم داره. رسیدن به جزیره رین هم خودش داستانیه. با قایق ما 24 ساعت از بندر کیرنز طول میکشه. جزیره خیلی دور افتاده ایه. هر بار 16 نفر میریم. معمولا روزها توی قایق میخوابیم و شبها میریم سر کار. هر شیفت حداقل 12 ساعت کار میکنیم. جزیره رین انقدر دور افتاده است که سالی چند بار بیشتر نمیتونن بهش سر بزنن. روی لاک‌پشت ها فرستنده ماهواره‌ای میذاریم. اطلاعات خیلی خوبی بهمون میده. میفهمیم کی اومده روی آب، شب چند ساعت توی ساحل بوده، شب بعد هم اومده بالا یا نه. از روی این اطلاعات میتونیم بفهمیم درست تخم گذاری کرده یا نه و این روند رو در کل فصل بررسی میکنیم. میفهمیم چند بار اومده تخم بگذاره و چند بار موفق شده، که خب برای ما اطلاعات خیلی مهمیه. کینا و گروهش سرشماری هم میکنن، اونم با روش سنتی رنگ کردن. پشتشون یه خط میکشیم. روز بعد یا چند روز بعد سرشماری میکنیم. اصطلاحاً میگیم سرشماری لاک‌پشت‌های رنگ خورده. طبعاً اینجور سرشماری دستی خیلی طول میکشه. در دو فصل گذشته با پهپاد هم آزمایش کردیم. با پهپاد شمارش یک ربع طول میکشه. منظره های قشنگ هم میبینیم. با تصویری که پهپاد از بالا میگیره شمارش هم سریع‌تر میشه، هم دقیق‌تر. پهپاد برای رصد پرنده‌های دریایی هم مفیده. هر ابزاری که کمک کنه وقتی خودمون اینجا نیستیم جزیره رو زیر نظر داشته باشیم خوبه. فعلا از دوربین‌های راه دور استفاده می‌کنیم. اینترنت پرسرعت هم نصب کردن که عکس‌ها رو به مرکز مخابره کنه. اینجوری از توی دفتر پای کامپیوتر هم میتونیم جزیره رو ببینیم. ببینیم شب چند تا لاک‌پشت میاد و میره. 90% لاک‌پشت‌های شمال دیواره بزرگ مرجانی، یعنی لاک‌پشت‌های سبز، توی رین تخم گذاری می‌کنن. اگه این تخم آسیب ببینه، در واقع کل لاک‌پشت‌های بخش شمالی تنگه تورس، حاشیه خلیج و جزایر سلیمان از بین میرن. لاک‌پشت‌های رین فقط مال جزیره نیستن. از همه مناطق شمال دیواره مرجانی میان اینجا. بنابراین اگه تولید مس در این جزیره کم بشه، جمعیت کل لاک‌پشت‌های منطقه به خطر میافته. به همین خاطر بومی ها هم آستین بالا زدن که کمک کنن. امروز دارن گواهینامه قایقرانی میگیرن. اداره حیات وحش آموزششون میده. اومدیم کمک کنیم برای اینکه با این جزیره پیوند تاریخی داریم. اجداد ما با قایق کانو اینجاها میگشتن و تجارت میکردن. میخوایم این پیوند حفظ بشه، هم به خاطر حقوق سنتی که اینجا داریم، هم به خاطر تاریخ و ترانه ها و چیزهای دیگه. از آیپد هایی که اطلاعات لاک‌پشت ها روشه و به دوربین ها هم وصله استفاده میکنن. توی کار نظارت و رصد با پهپاد هم کمک میکنن. کلن آدم هرچی بیشتر یاد بگیره بهتره. بالاخره دنیا داره تغییر میکنه، ما هم بهتر عقب نمونیم.
راستش از ریش سفیدهای ما زیاد کسی نمونده. نسل بعدی ماییم. بهتره هر چی میتونیم یاد بگیریم که بچه هامو یاد بدیم. اونا هم به بچه هاشون یاد بدن و الی آخر. بومی و غیر بومی باید دست به دست هم بدیم. افتخار میکنم که همچین شغلی دارم که میتونم برم جزیره رین که حقیقتاً جای بی‌نظیریه. هر بار میبینی اولین لاک‌پشت اولین سری تخماشو ریخت، لاک‌پشتی که تو نجاتش دادی، ناخودآگاه اشکت سرازیر میشه. خیلی حس خوبیه. و اما بریم سراغ تور دو فرانس که همین تازگی به پایان رسید. یک مسابقه طاقت فرسا به طول 3351 کیلومتر و به قدمت 115 سال. طرفداران این رقابت ها عاشق همین ابعاد حماسیش هستند، اما امسال به لطف فناوری کلی اطلاعات جالب دیدند. خلاصه پای یادگیری ماشینی و تحلیل داده ها به این مسابقه قدیمی هم باز شد. نقش داده‌ها در دوچرخه سواری روز به روز بیشتر میشه. در ورزشی که هر ثانیه مهمه و هر ذره انرژی ورزشکار میتونه عامل برد یا باخت باشه، داده‌های دقیق خیلی به کار ورزشکار و مربی و بقیه عوامل میاد. خیلی چیزها رو نگاه میکنیم، مثلا ضربان قلب یا سطح توان ورزشکار. همه اینها رو نگاه میکنیم و عملکرد ورزشکار رو میسنجیم که بعد بتونیم با این اطلاعات برای رقابت‌های بعدی آماده‌تر و قوی‌تر بفرستیمشون به میدون. اما این داده‌ها چطور جمع و مخابره میشن؟ با این وسیله ریز که به دوچرخه وصل میکنن، چیزی که انقلابی در مسابقات ایجاد کرده. این حسگرها موقعیت لحظه‌ای دوچرخه رو به خودرویی که نزدیک دوچرخه است میفرستن. خودرو اطلاعات رو میفرسته به هلیکوپتری که دوچرخه‌ها رو دنبال میکنه و اونم میفرسته به مرکز پردازش. اینجا داده‌ها رو تحلیل و تصویرسازی میکنن و میفرستن برای رسانه‌ها و تیم‌ها. داده‌هایی که جمع شده اونقدر هستند که به کار الگوریتم‌های یادگیری ماشینی هم میاد. حجم داده‌ای که یک جی پی اس ساده تولید میکنه شگفت‌انگیزه. به داده خام اطلاعات دیگه‌ای مثل نقشه سه‌بعدی، وضعیت آب و هوا، شیب مسیر و وضع دوچرخه سوار رو هم اضافه میکنن تا بیشتر معنی بده. دوچرخه سوارا یک گیرنده توی گوششون دارن. تحلیلگر هر تیم توی یک خودرو مشغول بررسی داده هاست و به صورت زنده توی گوش دوچرخه سوار میگه که وضع چطوره. شما مرکز کنترل عملیات ناسا رو در نظر بگیرید وقتی میخوان موشک بفرستن به ما. کار ما هم شبیه همون مرکز کنترل ناساست. داده ها از همه جا میاد اینجا و ما از روش یه پیام مشخص به دوچرخه سوارها میفرستیم. صدها داده مختلف تحلیل میشن، از تاکتیک های مسابقه تا وضعیت مسیر در هر لحظه. ما تمام صعودها رو بررسی میکنیم، شیب مسیر رو، سطح جاده رو، عرض جاده و چیزایی که توشه، کلان همه چیو. مثلا اگه سر یه پیچ تندن که دید نداره و پشتش خطکشی عابر پیاده است بهشون میگیم. خب توی تور دو فرانس به خاطر محدودیت هایی که هست و قراردادهایی که اسپانسرها دارن، اطلاعات ضربان قلب و توان دوچرخه سوارا رو نمیگیریم، ولی موقعیتشون رو میگیریم که بسیار بسیار مهمه، چون تصمیم هامون به مراتب سریعتر میشه. چیزی که در حین مسابقه توی گوش دوچرخه سوار گفته میشه شبیه به اینه. گوش کن سرج، 250 متر بیشتر سربالایی نمونده. از پیچ بعدی مسیر صاف میشه، یکم استراحت میکنیم. 400 متر جلوتر هم آب داریم. داغ کردی، حتما آب بخور خنک شی. کلاً 10 کیلومتر هم بیشتر نمونده، پا بزن. به نظر به درد بخور میاد، اما سوال این که خود دوچرخه سوارا چه حسی به این داستان دارن؟ اینکه هر لحظه موقعیت و وضعیتشون دنبال بشه نکته منفی براشون نداره؟ قطعاً داره. بیشتر تیم‌ها سعی میکنن اطلاعات رو مخفی نگه دارن. هیچ کس نمیخواد وسط مسابقه مثل تور دو فرانس به رقیب امتیازی بده. اطلاعات بیومتریک رو مستقیم مخابره نمی کنن، ولی نه به خاطر اینکه نمی تونن. ماجرای مالکیت داده هنوز خیلی پیچیده است. هم خود ورزشکار هست، هم تیمش، هم برگزار کنندگان. در نتیجه در این لحظه داده هایی که اجازه داریم جمع و منتشر کنیم مربوط به موقعیت ورزشکاره و البته سرعت و شیب و چیزهای دیگه مسیر. اطلاعات بیومتریک هم میشه گرفت. یکی دو سال پیش در تور کالیفرنیا امتحان کردیم. توی سالن هم آزمایش شده. اما تیم‌ها روی اطلاعات بیومتریک خیلی حساسن. چون اگه رقیب ببینه میفهمه که اون دوچرخه سوار با چقدر سختی داره رکاب میزنه.
دایمنشن دیتا هم پشتیبان یکی از تیم هاست و هم مسئول گردآوری کل داده های تور دو فرانس. فناوری این شرکت باعث شده بعضی از مشکلاتی که فقط مختص این رقابت های بسیار سخته حل بشه. حدود 15-20 ساله که این سیستم ردگیری رو بررسی میکنیم. مشکل بزرگ ما اینه که خیلی از جاهای مسیر برهوته، وسط کوه هاست، وضعیت هوا هم بعضی وقتا خیلی بده. خلاصه مهمترین نکته اینه، اینکه بتونی در عمل ردگیرهایی نصب کنی که اطلاعات زنده بهت بده. پیچیده ترین بخش کار همینه. حالا که صحبت از دوچرخه است، باید بگم سالهاست تولید کنندگان این وسیله نقلیه تلاش میکنن تا وزنش رو کاهش بدن و در این راستا روی کم کردن وزن بدنه خیلی حساب کردند. مریم کیانی سری زد به یک روستا تا از مراحل تولید یک بدنه 600 گرمی گزارش تهیه کنه. اومدم دیدن یه مختره که سالها برای شرکت رویز رویز کار میکرده، اما چند سالی استفاده داده تا دوچرخه بسازه، اون هم جایی که قبلا گافداری بوده. سلام. استوارت ابوت مهندس ایرودینامیک با استفاده از ترکیب خاصی از کربن حسگرهایی رو پرینت میگیره و داخل فریم دوچرخه قرار میده. داده های منتقل شده از این حسگرها قراره به دوچرخه سوار کمک کنن تا بازده بهتری داشته باشه. چه چیزی این فریم دوچرخه رو از دوچرخه های دیگه متفاوت کرده؟ This frame exhibits graphene. این فریم از گرافین ساخته شده. گرافین مقاومت بسیار بالا و وزن بسیار کمی داره. اما مهمتر از اون رسانه‌ای بسیار قویه. رسانه‌ای گرافین به ما این امکان رو میده که حسگرها رو داخل خود بدنه دوچرخه پرینت و به هم متصل کنیم و بعد هم اطلاعات رو توسط یک سیم کارت معمولی به دوچرخه سوارها بفرستیم. ماده که توی دست منه گرافینه. این ماده خیلی سبکه و حس مایه به من میده. بهش نمیاد، ولی این جعبه که توی دست منه ارزشش 5000 پونده. البته یه گرم از این ماده میتونه یه زمین فوتبال رو با قطر یک اتم پوشش بده. این دوچرخه ها به صورت دستساز ساخته میشن و بدنه اونها به دلخواه هر مشتری طراحی میشه. تمام بدنه دوچرخه، حتی مدارها و حسگرها از یک جنس همسان یعنی گرافین ساخته میشن. بنابراین بدنه دوچرخه از استحکام ویژه‌ای برخوردار میشه. این یه مدل اولیه از قالب‌های دوچرخه‌ایه که در کارگاه استفاده میشه تا این فریم‌های دوچرخه گرافینی ساخته بشن. خود این قالب هم گرافین خواهد بود برای اینکه انقباض و انبساط روی فریم دوچرخه تاثیر نذاره. چندین لایه از گرافین بافته شده در این قالب قرار می گیرن که یکی از این لایه ها در واقع اون مدار الکتریکی و سنسورهایی که پرینت شده روی صفحه گرافین. این حسگرها اطلاعات رو به ابر یا کلاود می فرستن و از اونجا هم اطلاعات برای تحلیل به مرکز تحلیل داده یا خود دوچرخه سوار مخابره می شن. وقتی که من این فریم دوچرخه رو تکون میدم، یه سری اتفاق داره روی این صفحه مانیتور میفته. میشه به من بگه چه اتفاقی داره میفته؟ با این کار تو داری اطلاعات رو از بدنه دوچرخه به این نرم افزار مخابره میکنی. We have accelerometers that are measuring basically vibration in our set. قراره تا 20 حسگر از جمله فشار سنج، باد سنج، شتاب سنج و ارتعاش سنج در زوایای مختلف بدنه دوچرخه چاپ بشن. از طریق قرار دادن داده هاشون در فرمول های مختلف هم اطلاعات بیشتری نظیر کشش و مکش هوا به دست میاد. با استفاده از تحلیل داده ها به صورت زنده، قرار دوچرخه سوارها از وضعیت آمادگی جسمی و محیط اطرافشون تصویر بهتری پیدا کنن. مثلا بدونن که کی باید مایعات بنوشن، با چه سرعت و زاویه‌ای بهترین حالت ایرودینامیک رو داشته باشن، یا حتی اینکه بدونن که این نباید دوچرخه سواری کنن. در هفته‌ای که گذشت، فیسبوک با لالیگا لیگ حرفه‌ای فوتبال اسپانیا توافق ویژه‌ای رو امضا کرد تا کاربران همه بازی‌های سه فصل آینده رو بتونن در چندین کشور از جمله هند، پاکستان و افغانستان به رایگان تماشا کنند. و
و یک گروه 10 نفره از کارکنان فعلی و سابق تیندر طی شکایتی از این شرکت تقاضای 2 میلیارد دلار خسارت کردند. اونها تیندر رو متهم کردند قیمت سهام این اپ دوستیابی رو کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته و در این زمینه تقلب کرده. تیندر در واکنش این ادعاها رو بی‌پایه خونده. در حالی که الکس جونز نظریه پرداز توته در هفته گذشته از منع فعالیت در توییتر قصر در رفته بود، این هفته توییتر به مدت 1 هفته از توییت کردن منعش کرد. مجری اینفو وارز در این مدت نمیتونه با کسی تعامل کنه، اما توییت های قبلیش هنوز قابل مشاهده است و حساب کاربری اینفو وارزش هنوز برقرار و فعاله. این هفته اولین اپ کنترل زاد و ولد به نام نشرال سایکلز توسط اداره غذا و داروی آمریکا تایید شد. با وجود اینکه این اپ در سوئد به علت ادعاهای گمراه کننده در مورد دقتش تحت بازرسی، در آمریکا اجازه پیدا کرده که به عنوان ابزار ضد بارداری به بازار عرضه بشه. و یک مطالعه توسط بیمارستان چشم مورفیلز در لندن و دیپ مایند گوگل نشون داده که هوش مصنوعی میتونه بیماری چشم رو با دقتی در حد حرفه‌ای ترین چشم پزشکان تشخیص بده. این الگوریتم رو داده‌های هزاران اسکن چشمی آموزش دادن و این امید وجود داره که بتونه موارد فوری بیماری‌های چشمی رو به پزشکان ارجاع بده و به این ترتیب باری از روی دوشون‌ها برداره. و در انتها شما رو با کله قطار توماس که با یک بدنی چاپ سبودی پیوند خورده و برای کاراوکه خوندن برنامه نویسی شده تنها میذارم. حالشو ببرید. ظاهراً یک گام بزرگ دیگه در فناوری سینمایی برداشته شده. اسمشو گذاشتن اینتل استودیوز و این اولین باره که به یک گروه تلویزیونی اجازه دادن نزدیک این دم و دستگاه بشه. این فضا طوری طراحی شده که بشه 360 درجه فیلم گرفت. به این تکنیک میگن تصویربرداری ولومتریک. دیگو پرولوسکی توی فیلم‌های مثل گرانش و اسب جنگی کار جلوه‌های تصویری کرده. حالا مدیر این عملیاته. پس همه تصویرها رو اینجا می‌سازید. بله، همینطوره. خیلی بزرگه. بزرگتر از این تو دنیا نداریم. در حال حاضر تمرکزمون روی تصویربرداری ولومتریک در ابعاد بزرگه. فضای بی‌نظیریه. صرفاً به همین منظور ساخته شده که فیلم‌های ولومتریک توش بگیریم. میشه یه چرخ اینجا بزنیم؟ همه چی سبزه. همه چی سبزه. فضای بزرگیه و پر از دوربین. روی هم چند تا دوربین داریم؟ الان بیشتر از 100 تا دوربین اینجاست، ولی بسته به فیلم تغییر میکنه. در واقع سوال اینه که چند تا حسگر لازمه که از هر نمایی بشه همه اطلاعات موجود در صحنه رو بازسازی کرد. اگه دقت کنین توی زاویه‌ها و موقعیت‌های مختلف حسگر نصب شده که همه اطلاعات رو از همه جهات ثبت کنه. اینجا همین که بازیگرهای صحنه رو یه بار بازی کنن کافیه. با این همه دوربین که اطرافشونه اون تصویر رو از هر زاویه میشه دید. هر کدوم اون تصویرها با فیبر نوری منتقل میشن به سرورهایی که صرفاً به همین منظور طبیعه شدن. اونجا تصاویر پردازش میشه و میشه یه پوینت کلاد. پوینت کلاد در واقع تصویر سه‌بعدی و 360 درجه کل استودیوه. بیننده میتونه صحنه ضبط شده رو از هر زاویه‌ای که خاص ببینه. وقتی تصویر گرفتن یک صحنه رو از کدوم زاویه ببینن، بقیه زوایای رو پاک میکنن و جلوه‌های تصویری رو اضافه میکنن و صحنه کامل میشه. این سکانس رو بارها تکرار کردن. این تصویری که میبینین از روی برداشت 15 ساخته شده. برای هر صحنه میشه نور رو تغییر داد، میشه عناصر مختلف بهش اضافه کرد. ولی نکته کلیدی اینه که اجرا زنده است. یعنی بازی بازیگرها واقعیه و در همون لحظه که با هم و با صحنه ارتباط دارند ثبت میشه. بعد از اینکه همه اطلاعات رو دیجیتال کردین، بعد از اینکه این داده ولومتریک ساخته شد، میتونی بری تو صحنه و حتی با یه دوربین مجازی کل سکانس رو دوباره بگیری. فرآیند فیلم برداری با 100 اندی دوربین که همزمان فیلم میگیرن حجم انبوهی داده ایجاد میکنه. همه این داده ها همونجا در محل پردازش میشه و یکی میشه. روی هم حدود 10 پتابایت حافظه دارن. چیزی معادل 133 سال فیلم با کیفیت بالا. شرکت پارامونت اولین شرکتیه که قرارداد بسته که برای پروژه بعدیش از این فضا استفاده کنه. فیلم ساختن توی این فضا بیشتر شبیه کارگردانی تلویزیونی توی استودیوهای خبر میمونه، به خاطر اینکه کارگردان عواملی که صحنه رو کنترل میکنن در صحنه نیستن.
میخوای بری رو صحنه؟ حاضری؟ معلومه که حاضرم. نه لباس مخصوص لازم داری، نه چیزی بهت وصل میکنیم. خودتی و خودت. ببینیم چه میکنی. This is my opportunity to try out this volumetric studio. بخت با هم یار بوده که استدیو ولومتریک رو امتحان کنیم. ما مجری ها به یکی دو دوربین عادت داریم. ولی اینجا 100 تا دوربین است. عملا از هر زاویه‌ای که فکرشو بکنی صحنه این گل زیبای من رو میگیره. برداشت دو. در مرحله بعد یه پس‌زمینه مجازی به تصویر اضافه میکنن. چون با 100 تا دوربین گرفتم میتونن هر طوری که میخوان دور من حرکت کنن و انگار که واقعی نیست. البته کار به این سادگی که من گفتم نیست. بازسازی همین صحنه 150 ساعت طول کشیده. ما در فرایند فیلمسازی دنبال یه مرحله گذاریم. دنبال اینیم که ببینیم چطور میشه در همچین دنیاهایی پا گذاشت و همچین تجربه هایی کرد. ولی با بازیگرهای واقعی، با بازیهای واقعی. نه خیر، موجودات فضایی حمله نکردند. اینجا رویال آلبرت هال لندن در اولین شب کنسرت های تابستانی بی بی سی پرامزه. اینجا رو با این نمایش نور زیبا به یک بوم نقاشی عظیم بدل کردند. گروه نورپردازی یک هفته مشغول بودند تا روی هم 20 تا پروژکتور لیزری رو بیرون سالن نصب کنند. عنوان برنامه هست 1418 حالا. یادمان سالهای جنگ جهانی اول. موسیقی برنامه رو آنا مردیت با الهام از شیبه های ارتباطی دوران جنگ ساخته. اینها 5 موومان قطعه منن. 1, 2, 3, 4, 5. هر کدوم فقط یه شکلن. جزئیات موسیقایی ندارن. صرفاً یه شکلن. شرکت 59 Productions کار خلق اشکالی که با موسیقی هماهنگ باشن رو بر عهده گرفته. ضمن اینکه تلگرام های ارسالی به دست سربازان و حتی رمزگشایی ها رو هم مصور کردند. برای تمرین نمونه سبودی چاپ شده ساختمون رو استفاده می کنند و به جای 10-20 تا پروژکتور اونها 2 پروژکتور رو به کار می گیرند تا تصاویر رو روی ساختمون بندازند. روند کار اینجوری بود که اول رفتیم ادینبورگ. اون فضا و اون ساختمون رو سبودی اسکن کردیم که بتونیم مدل سبودی دقیق بسازیم. روی اون مدل انیمیشنمون رو می سازیم. اول روی نمایشگر امتحانش میکنیم، ولی در مرحله آخر روی مدل سه‌بعدی امتحانش میکنیم که دقیق‌تر ببینیم نور چطور حرکت میکنه و به گوشه‌ها که میرسه چطور در میاد. کلاً روی مدل واقعی‌تر از روی صفحه نمایشگره. 59 Productions قبلاً موزه گوگنهایم نیویورک و سالن اپرای سیدنی رو هم نورپردازی کردند، اما پروژه بعدیشون قراره روی موسیقی سکوت باشه، توی یک اتاق تاریک و بدون نور. دوست داریم کارهای متفاوت بکنیم و بیننده رو غافلگیر کنیم. گاهی در ابعاد خیلی بزرگ با رنگ و جمعیت بزرگ، گاهی هم در ابعاد کوچیک توی یک اتاق یک موزه. اثر 5 تلگرام روز 3 اوت در جشنواره بین‌المللی ادینبورگ هم اجرا شد. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه persianclick. تا برنامه بعد با موضوعاتی نو بدرود و خدا نگهدار.